سلام بر تمام همیهنان عزیزم و درود فراوان بر یکایک آنها، چه آنهایی که در داخل مرزن و اونایی که بیرون مرزن. ایران ما پر از آتش، پر از خیانت، پر از تجاوز. برای این جمهوری اسلامی که داره چنین بلاهای سر مملکت ما میاره و ملت میاره و واقعا نمیشه چی گفت. من امروز تلفن‌های زیادی داشتم، هر روز دارم، از داخل خودم ایران به من زنگ میزنن و اوضاع و احوال دارن صحبت، همه ناراحت، همه در غم و اندوه و واقعا نمیشه چی گفت. منم یه ایرونی هم، من نه جزو هیچ حزب و دار دسته هم نیستم، ولی میدونم چون با شما در ارتباطم، میدونم دردتون چیه، میام صحبت بکنم و برای بقای ایرانم و آزادی ملتم فعالیت بکنم. شب و روز دو ساعت خوابم ندارم که بتونم به گوش دنیا برسونم. تیم من تمام ایمیلا به همه جا میزنه، با تمام وجودمون واستادیم و به ملت و ایرانمون همیاری بدیم. من هیچ نظری ندارم، فقط میخوام ایرانم آزاد بشه و وجدانم راحت شه، شب راحت بتونم بخوابم. من نمیتونم خودم راحت بخوابم، ملتم در ناراحتی و کوچه و خیابان و در بدبختی هستن، آب ندارن، نون ندارن، حالا که به امبانی که برق رفته و حالا برق هم دیگه ندارن. شما فکر کنید چه مملکتی شده؟ ملتی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی کمتر میخورد و کمتر میپوشد، اما با چشمانی بهت زده میبیند که مدیران به اصطلاح جهادیش چگونه فرزندان و خانواده های خود را راهی آمریکا و استرالیا و اروپا و کانادا میکنند و همینان در راهپیمایی روز قدس 22 بهمن با رگهای متورم گردن و چفیه بردو شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس سر میدهند. بر تا سر ایران برای ضعفا مسکن میسازیم. جایی ندارم بخوابم. ما عمل میکنیم. زندگی بکنم. حرف نمیزنیم. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم. آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مجتمع. اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مجتمع. از شب گذشته بحث گرانی نان مطرح شده. امروز که بحث آب، بحث قطعی برق را مادر میکنم. این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت بدیم. شما را به مقام انسانیت بیرسانیم. ای بیدینا، ای لام اصابا، چه برای سر ملت آوردیم؟ حالا به عنوان هر روز به خاطر گرما و تعطیلات، چون برق نیست، کولر نیست، ملت میگن تعطیل و مملکت خوابیده دیگه. از این بهتر چی میخواد که مملکت خوابیده؟ برق نداره، آب نداره، پول نداره، وجود نداره. یه مش دزد سرگردنه واسه دارن میچاپن، یه مش جوجه های اونا، همخواب های اونا دارن ملت رو اذیت. تأثیر این تعطیلیه رو کسب و کار شما چیه؟ تعطیلی هیچی، خاصی به خوابیده، همه چی خوابیده، کل مملکت خوابیده دیگه. صبح حالا زمزمه تعطیلی بود، گفتن که آقا احتمال داره تعطیل بشه، کلا صبح از صبح بیکار نشستیم. جونم فردا رو دولت تعطیل اعلام کردش. دولت که نمیخواد اجاره مغازه بده، هر روز تعطیل بکنه. ما اینجا روز 2 میلیون باید اجاره مغازه بدیم، فردا پس فردا هم چک داریم، حساب کتاب باید بکنیم، مشتری ها توقع دارن جنس براشون ارسال بشه. اینش مهم نیست، اگه شنبه بیایم همه چی عوض نشده باشه مهمه. شنبه که میای یهو میبینی دلار شده 60,000 تومان، شنبه که میای یهو میبینی بنزین شده 15,000 تومان. ایناش مهمه، اینو بقیهش مهم نیست. حالا ما 4 میلیون هم عجیبمون میدیم اجاره مغازه.
این چه شرفیه؟ مرگ بر اون خمینی لعنت که همچین دین را آورد تو ایران و دین واقعی ما را اپنگ برد. لعنت بر این هندی زاده. و ببینید با چه دوز کلکی داره این یکی رهبر دقیقه سالی پای بافور نشسته و اولتیماتوم میده. مگه مملکت داری پای منقله؟ مردی دو قدم را برو، مردی مثل شاهنشاه آریاور ما، ورزش کن، تنیس بازی کن، هواپیما برون، هلیکوپتر برون، اسکی رو یخ بکن. جز پای بافور نشستی و داری ملت ما رو به چپاول میفروشی و مملکتمون رو تقسیم داری میکنی، نامرد. پهلوی، شاه، میهن شعار من است، به گیتی همین افتخار من است، زبان تا که در اختیار من است، همه نام ایران شعار من است. از این بعد داریم میبینیم شهرام همایون چه کلاهبرداری‌هایی کرده و الان دادگاه فدرال یخش گرفته. چوب خدا صدا نداره. پول پیر زن و پیر مردی که عشق به وطن دارن کردیت کارتو میدن برای 50 دلار شما 500 دلار چارج کنین. شرفتون کجاست؟ مردانگیتون کجاست؟ چرا بخوای با زنت عشق کنی؟ کرخوندی شهرام دیگه دمه آخرته و دست از این کثافت برداری ها بر نداشتی و آخرش خودت گرفتار کردی. بلان فدرا دنبالته و یخت خواهد گرفت. یادت نره وطن فروش خائن. تو و امثال اون علیزاده کیه؟ چطوری داری کلا برداری میکنی؟ جفتتون شبیه هم خائن. من فردوس هخامنش هستم، سالهاست عضو انجمن یا جنبش ما هستیم بودم و با شهرام همایون همکاری میکردم. مدت ها پیش، میتونم بگم چندین سال پیش اگر یادتون باشه، این سفته هایی هست که هر کدومش $1,000 همه رو دارید میبینید، میتونم بهتون نشون بدم. بسیار، یعنی اگر بخوام نشون بدم، این $40,000 که من به عنوان همیاری کمک کردم به جنبش ما هستیم که این پولو به ما برگردونن به عنوان قرض. عزیزانی از بچه های جنبش ما هستیم که مثل من بودن و هستن و اینا رو پولاشون رو به عنوان قرض به این جنبش دادن که این پول رو بهشون برگردونده بشه، ولی متاسفانه این پول رو به ما بر نگردوندن. به خیلی از عزیزانی مثل من، شهرام همایون فردیه که دستش با جمهوری اسلامی توی کاسه است. اگر میخواید باور داشته باشید، من فردوس هخامنش هستم، مجددا میگم بچه های جنبش منو خوب میشناسن، هستن کسانی که میتونن حرفای منو تایید کنن. اینا $40,000 نقد من توی حساب مریم خانم شهرام همایون ریختم. چطور دلتو میاد؟ ملتتون دل خون میده. شماها عشق کنید، تموم شد اون زمان، زمانتون تموم شد. اما به سراغتون خواهیم اومد دونه دونه با موزیک عشق، با عشق، با مرام، با اصالت، با فرهنگ، با نجابت. بهتون ثابت بکنیم که ایرانی چه نسلیه و این نسل جز عشق و عشق به موزیک در درون خودش هیچی را نداده.
نه توپو میشناسن نه تانگو میشناسن نه حتی و نه هیچ. نمون بشه ماجر و تو سرم مونده هزار و چند تا چرا. با موزیک داد در میزن عاشق ایرانم، با موزیک ملت سینه میزنن، آزادیشون رو میخوان. ای خدا کجایی؟ ملت ما چه گناهی کرده که اول قدرت ها چنین تصمیم بگیرن و به این روز گرفتارش کنن؟ هرچی اجنبی ریختن تو ایران، مغزای متفرکر ما همه داغون، خواننده ها هنرمنده ها همه پراکنده. شما نگاه کنیم منیجمنت خانم گوگوش داره چه کارایی میکنه که این هنرمند رو داغون کنه و از صحنه بوته که به وجود آورده و ملت عاشقشن دارن خرابش. اومدن داستان گذشتش رو بیارن با چه کیفیت پایینی و چطوری دارن خرابش میکنن؟ رفتن دنبال سراغی که من ایده های منه و نمیدونن چطوری انجام بدن رفتن. و حتی تو اینستاگرام گوگوش حق نداره خودش دخالت کنه، منیجمنتش تمام فالوینگاش رو ایمار برد. مردم به من میگن، من والا به خدا با این گروه های کمونیستی که ریختن تو خونه خانم گوگوش هیچ کاری ندارم و ارتباطی ندارم، حتی نه پسرم نه کسی، فقط مایاس که میرون میاد. ملت اماها توقع نداشته باشید، به ما ربطی نداره. گوگوش از زندگی محمود قربانی و خانوادش دوره، دست خودش نیست، اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه، خودش اطلاع نداره، خودش راه رفتنش هم نداره، نمیتونه کنترل کنه، خوندنش نمیتونه کنترل کنه، هیچ کاری از وجود ساختنش این هنرمند بزرگ ما رو چنین داغون کردن و اعصابش خورد. ایناست درد ملت، بوتشون یه طرف، ایمانشون یه طرف، مملکتشون یه طرف، پرچم شیر خورشیدشون یه طرف، کدومشون دریا با. هنوزم خودم میپرسم که چی شد اون همه همت، نکنه که خو گرفتیم به پناه جویی و غربت. هنوزم بیدار نشستم، نکنه که بر نگردیم بچه های نازنین منو از یاد که نبردیم. همه اینا غمه، ولی ما پیروزیم، به خدا پیروزیم، به زودی مملکتمونو میگیریم و به آزادی میرسیم. زنده باد پرچم شیر خورشید ایران، مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد زن، زندگی، آزادی، جاوید باد عشق، جاوید باد عشق به وطن.